سلام، مامورین کلانتری هفته تیر یه نفر زورگیر و گوشیقاپ رو دستگیر کردن. برای چی اومدید کلانتری هفتم تیر؟ مثل که گفتن گوشی که ازم دزدیده بودن پیدا شد. کی گوشیتون رو زدن؟ هفته پیش. چه جوری زدن؟ تو ماشین نشسته بودم داشتم پیامک‌ها رو چک می‌کردم که از دستم کشیدن و بردن. مال شما رو چه جوری گوشیتون رو بردن؟ از سمت خیام بودم، داشتم از خیام رد می‌شدم، بعد دو تا موتوری بودن که اومدن زن زدن. 12 شب تو خیابون بودم، شیشه پایین بود، از داخل ماشین قاب زدن فرار کردم. یه موتور سوار بود. من بچه‌م به پای خانومم تو ماشین نشسته بود، بعضی وقت خلاف خیابون اومد. اتو دست بچه داشت کارتون نگاه میکرد، چنگ زد و بعدم خلاف تو خلاف جهت فرار کرد. منم تو دستم قاپیدن که جایسکا اتوبوس بودم، بعد یه بانم تو دستم قاپیدن رفت. تو جایسکا اتوبوس منتظر اتوبوس بودم که داشتم با گوشی صحبت میکردم که چنگ زد. در پی کسب گزارشاتی مبنی بر فعالیت یک تبعی خارجی در زمینه خرید گوشی‌های مسروقه و انتقال اونها به خارج از کشور، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس مشهد مقدس قرار گرفت. توضیح بده وضعیت این گوشی رو چجوری خریدی، از کی خریدی، به چند می‌خریدی، چند می‌فروختیشون؟ یک بنده خدای به نام امید تو افغانستانه، بعد کس دیگه بهش می‌خره، از براش اینا رو می‌خره. بعد چون مثلا اونا ایرانیان و نمیتونن چی کنن، ما میرم از او بنده خدا تحویل میگیرم، برای هر گوشی هم 100,000 تومان بره ما میده که باز ما رو تحویل راننده افغانی میده. تقریبا 2 روز پیش بود که بنده خدا مراجعه کرد به کلانتری، بعد میگه که یک خودروی هستش مال افغانستان ترانزیت، بعد یک از همین افغانی هم داره باهاش همکاری میکنه که از طریق همی ایران خود گوشی های مسروقه رو میبرن به سمت افغانستان. اینو ماموران عزیز کلانتری هفته تیر ما با استفاده از ظرفیت های علمی و هوشمند و منابع و اطلاعاتی که به دست آوردن، این فرد رو که فردی سابقه دار بود شناسایی کردن و تحت کنترل و نظارت نامحسوس خودشون قرار دادن و موفق شدن برابر رصدهایی که صورت گرفت، مخفیگاه متهم رو در یکی از روستاهای شرق شهرستان شناسایی کنند و مشخص شد که این فرد یک محموله از گوشی‌های سرقتی آماده کرده و قصد داره این گوشی‌های سرقتی رو انتقال بده به خارج از کشور. شما شکتون اینه جام سرگود که این آقا مالخره، مال دزدی می‌خره. ایشون هست که اون سرقت انجام بشه. اگر این نباشه و مالخر نباشه، یعنی مالخر حذف بشه از این وضعیت، اون سارق دیگه نیاز نداره سرقت کنه، چون سرقتی انجام میشه باید حتما اون وسیله سرقتی رو به مال و به بفروشه و خب ایشون این کارو انجام میداده. فرمایید چی بود قضیه حمله به شما؟ من صبح حقیقت 7:30 صبح روز سوم تیر ماه جلوی بانک بودم، گوشی مشکل داشت، بعد تو نرم افزار بانک بودم که یه نفر روبروم یه لغت زد، یه مشت زد تو قفسه سینه‌م، گوشیمو گرفت، سوار ترک موتور شد رفت. تعداد 267 دستگاه رو که در پکای خاص بسته‌بندی کرده به این شکل، حالا بقیش باز شده به این شکل بسته‌بندی و به تریلیای ترانزیت جهت خارج کردن از کشور به کشور افغانستان تحویل بده. زمانی که ما این آقا داخل خانه رفتیم که دستگیر کردیم، این گوشی ها رو همه رو پکبندی کرده بود. بعد گفتم چجوریه؟ گفتش که گفت همونجا خودش برداشت، گفت این گوشی ها رو من خودم بسته‌بندی کردم. الان میگه من خبر ندارم، رفتم از ماشین گفتم کلی این گوشی هایی که در پک های چارتایی بسته‌بندی شده بود توسط خودی آقا بسته‌بندی شده و خودی آقا هم همینجاست، کلن خودی آقا گوشی ها رو داره میخره. ی کسی نیستش که مثلا بگه من مالخرم، یعنی تک تک گوشی ها رو داره میخره، جمع که میشه. سری قبلی هم که گرفتن 48 تا گوشی در مرز تایباد گرفتن یا رو که در مرز تایباد هم بخواسته خودش رد کنه، پس خودش اینجا هم خریداره هم مالخره. چی که دست خودش هست 2 سال قبل سرقت شده، یعنی اینقدر این حرفه‌ایه گوشی که الان دست خودش هست 2 سال قبل سرقت شده و الان همکارا چک کردن مشخص شد که از 2 سال قبل هم این گوشی که در اختیار خودشه و با قولش خودش 2 سال هم دارش سرقتی هست. این نیست که داره توضیحی که میده، پس قبلا از سارق خریده، گوشی داشته از قبلا. ما در این پرونده موفق شدیم یک مالخر حرفه‌ای که اقدام به قاچاق گسترده گوشی‌های مسروقه به خارج از کشور کرد رو دستگیر کنیم. 65 نفر از شهروندان عزیز مشهدی که تلفنشون به سرقت رفته و گوشی همراهشون به سرقت رفته رو ما شناسایی کردیم و انشالله تو همین هفته این 65 عزیز رو فراخوان خواهیم کرد به مجموعه اداره آگاهی و اونجا گوشیاشون رو تقدیم این شهروندان عزیز خواهیم کرد. شما چند بود پسرم؟ 9 تا 11. قیمتش میشه چقدر؟ نزدیک الان 7 تومن 8 تومن هستش. 15 میلیون تومن قیمت گوشی شما بود. نزدیک 4 تومن قیمتش. این گوشیایی که الان گوشی ساده است،
که معمولا مردمی که توان مالی ندارن از اینها استفاده میکنن یا توان مالی کمتری دارن. الان شما اینجا ببینید تو این کشفیا حتی یه دونه از اینا نیست. یعنی به نظر میرسه میگردن نگاه میکنن ببینن گوشی که برای اینا ارزشمند هست رو از دست مردم بقاپن. متهم که جوانی 30 ساله بود و دارای یک سابقه دیگه هم در همین زمینه بود که در سابقه قبلی هم با 47 دستگاه تلفن همراه سرقتی هنگام خروج از مرز در مرز استان خراسان رضوی دستگیر شده بود، سوابق فرد بود. سابقه هم دارن، سابقه قبلی هم دارن، در همین خصوص که در محدوده تایبا دوباره دستگیر شده با 47 دستگاه گوشی که بچهای مرزبانی گرفتنشونو پلیس تایبا دستگیر شده. بله دوباره تستگیر شده با همین عنوان. این توضیحی که داره میده میگن هر کدوم 100 تومن احتمال قوی اشتباه است. چون وقتی که قبلا هم سابقه داره و میدونه وضعیت کار به چه شکلیه، حالا با توضیح بده که سری قبلش هم چی بوده و این سری هم این چیزی که داره میگه اشتباه میکنی، چون اگر شماها نباشید واقعا سرقت انجام نخواهد، چون کسی که اینو سرقت میکنه باید بتونه بفروشه، شما داری میخری و باعث این سرقت هستی. نمونه این رو هم چند روز پیش ملاحظه کردید عزیزان، فرمانده مرزبانی استان در هنگ مرزی تایبا تعداد زیادی از این گوشی ها رو که جاسازی ماهرانه شده بود تو دو تا اسب تریلی تو اینها ارتشو جاسازی شده بود، عزیزان مرزبانی پیدا کردن که کلی از عزیزانی که مال باخته بودن شناسایی شدن مال شهرهای دیگه بودن، یادتون باشه بروجه، تبریز، شیراز، جاهای مختلف هی تماس میگرفتن عزیزان با گوشی و مشخص میشد که مال اونها هست، حتی سیم کارت های روش فعال بود. در بررسی هایی که ما از تلفن های همراه کشف شده داشتیم مشخص شد که شماره های شناسایی اکثر گوشی ها تغییر پیدا کرده که این محموله با آزمایشگاه پلیس فتای استان ارسال شد و همکاران ما در مجموعه پلیس فتا موفق شدن تا کنون 65 نفر از مال باخته ها رو شناسایی کنن و انشالله در همین هفته این 65 نفر رو دعوت میکنیم و گوشی هاشون رو بهشون برمیگردونیم. شنیدم شما قبلا گفته بودی که این گزارش پنج فیلمه علکیه. بله من فکر میکردم که این صحنه سازیه دیگه به خاطر تبلیغات، ولی الان متوجه شدم که واقعا سر آدم میاد یه لحظه آدم. حالا مال شما الحمدلله به لطف خدا به خودتون آسیب نزدن. ما مواردی داشتیم جاهایی رفتیم چاقو زدن متاسفانه. آقای قزاقی برادر ایشون دیشب 3 تا چاقو از پشت زدن، یه چاقو از جلو، بیمارستان طالقانی هم بودن و درگیر بودن اونجا و به خاطر بردن گوشی متاسفانه. از شهروندان عزیز خوب مشهدی تقاضا دارم که هشدارهای ایمنی و امنیتی پلیس در تمام زمینه ها به ویژه سرقت تلفن همراه رو جدی بگیرند. مواردی مانند حمل نکردن گوشی با دست در خیابان ها، استفاده از هندزفری و یا عدم تردد به صورت پیاده، در فردی ملاحظات ایمنی خودشو و ملاحظات امنیتی خودشو و هوشیار باشه نسبت به محیط پیرامونی خودش، میتونه در طول مدت زندگیش هیچ سرقت تلفن همراهی در مورد اون فرد اتفاق نیفته. همون و شهروندان گرامی، اولا گوشیه که برای بچه‌ها می‌خرن، گوشی با قیمت خیلی بالاست. ما چند روز پیش یک بنده خود مراجعه کرد، گوشی بچه 12 ساله 60 میلیون قیمتشه. خب این بالاخره بچه اون توانایی رو داره در استفادهش و در نگهداریش. و یه مشکل دیگه که داریم در بحث این آموزش هایی که دارن میدن پلیس در بحث نگهداری گوشی در خیابان، در قسمت که میخواد صحبت کنه نسبت به خیابان نباشه که این اتفاقات نیفته، عبور ماشین، محل عبور ماشین یا موتورسیکلت نباشه و به توصیه پلیس واقعا توجه کنن تا این موارد پیش نیاد انشاءالله. به نظر شما با اینا باید چیکار کنم برادر؟ متاسفانه قضات ما نمیدونم چه جوریه که بعد 20 روز 25 روز میبینیم اینا آزادن. من کلانتری الهیه خورده بود رفتم اونجا، مامورا میگفتن آقا به خدا ما بارها میگیریم میدیم دست دادگاه، بعد 20 روز میبینیم بیرونن. نمیدونم چرا برخورد قاطع نمیکنن. اگه واقعا یه قانونی بشه مثل عربستان دست اینا قطع بشه، شاید دیگه واقعا یه همچی کاری رو نکنن، چون اونجا واقعا برخورد خیلی جدیه، ولی اینجا یه مدتی پذیرایی میشه ازشون توی آگاهی و تو زندان و اینور اونور، بعدم باز ولشون میکنن دوباره ادامه میدن، چون به عنوان یه شغل نگاه میکنن به این قضیه. این شاید بار چندم هست در همین برنامه میبینید مردم فرموش همین خواهر ما رو دارن، همه گله‌مندن از این شرایط که واقعا باید حالا مجازات بازدارنده نیست، نمیدونیم مجازات بازدارنده داریم، برخورده بازدارنده نیست، نمیدونیم. اما رایت حال امثال این آقا که الان همکار ما دارن به شما نشون میدن، ظلم به امثال این عزیزانی که اینجان، این خواهرمون که اینجاست، که
جراحی قلب باز کردن و کتک خوردن. این آقا با هر انگیزه این کار رو میکنه، انگیزش مربوط به خودشه، خودش و مسئولینی که مسئولین مملکت هستن. این خانم بدیهیات حقش امنیته و امنیت هم فقط امنیت مرزها نیست، داخل مرز هم باید امنیت ایجاد بشه. امنیت مرزها رو عزیزان در سپاه و ارتش و مرزبانی و نیروی انتظامی مردانه وایستادن و ملاحظه میکنید هیچ اتفاقی نمیفته و مرز ما مرز امنیست. آیا کسانی که متولی امنیت داخل مرزها هستند هم به همین استواری این بزرگواران تونستن عمل بکنن؟ از اونهایی که برادرانی که در حاشیه شهر با ارتباط خیلی خوبی با پلیس دارن، اینجا خواهش میکنم که اگر یه زمانی اطلاع پیدا کردن که مالخری اقدام به خرید گوشی‌های تلفن همراه مسروقه میکنه و انباری داره و اونجا تلفن‌های همراه مسروقه رو بسته‌بندی می‌کنه، بالاخره این افراد تو همین محل‌ها و در تو همین کوچه‌ها و خیابون‌هایی که ما زندگی می‌کنیم در همونجا و در همون نقاط دارن این اعمال مجرمانه‌شون رو انجام میدن، سریعاً این موارد رو به پلیس سرده اعلام کنن که ما انشالله بتونیم این چرخه سرقت رو متوقف کنیم.